پدر گواردیولا، بریم ببینیم چه خبره. پدر گواردیولا سریالیه که اخیرا توسط پلتفرم تماشاخونه منتشر شده، ولی کیفیتش به حدی بد و به حدی عجیب و غریب. این سریالی که خیلی عجیبه که چطور اصلا حاضر شدن اینو با همچنین وضعیتی بدن بازار. پدر گواردیولا تقریبا هر چیز اشتباهی که شما بتونید در یک سریال یا حتی اصلا یک مدیوم فیلمنامه نویسی شما بتونید شاهد باشید رو یک جا داره. شخصیت پردازی های فاجعه بار، فیلمنامه بد و از همه مهمتر اجرای بسیار بد که توسط کارگردان که خب نویسندم هست، آقای سعید نعمت الله انجام شده و یک نتیجه واقعا بد از خودش به جای گذاشته. اول مشکلی که سریال پدر گواردیولا باش مواجه شده، فیلمنامه خیلی بد سعید نعمت الله. فیلمنامه‌ای که همون اول کار ما از زمان شخصیت اصلی داستان مونولوگ می‌شنویم، مونولوگ‌های درباره درس زندگی و یک سری از این دیالوگ‌های شبکه‌های اجتماعی که به صورت خطی می‌نویسن، معمولاً یه دونه افکت وینتیج می‌ندازن دور و برش. اما اول کار به ما این مونولوگ‌ها رو نشون میده و خب این اشتباهه. شما اول نیاز دارید که شخصیتتون رو پرورش بدید، معرفیش کنید به مخاطب. اون زمانی که شما میتونید مونولوگ از دهان شخصیت به مخاطب ارائه کنید، نه اینکه فیلم شروع میشه اول بسم الله مونولوگ بگید. خب چرا کسی باید براش مهم باشه که این شخصیت چی میگه؟ کسی پدر گواردیولا میشناسه؟ چه رنجی کشیده؟ اینکه گوشه لبش سیگار میذاره راه میره یعنی با شخصیت مهم میباشه؟ دوم مشکل بزرگ سریال دیالوگ های سریاله. ببینید ما توی سینما ایران یک مسئول کیمیایی داریم که خب سالهاست کسی نتونسته جاش رو بگیره، شناسنامه سینما ایران محسوب میشه، یکی از بزرگترین فیلمسازهای تاریخ این کشوره. حالا درسته که اخیراً دو تا فیلم آخرش خب خیلی جالب نبودن، منم خیلی شخصا دوست نداشتم، ولی فرم دیالوگ های قیصر مآبانه‌ای که شما در سینما ایران میبینید امکان نداره اثری ببینید که خیلی بهتر از کیمیایی رو اجرا کرده باشه. سریال پدر گواردیولا خیلی دوست داره که مثل قیصر باشه، خیلی دوست داره شخصیتاش لات باشد، خیلی دوست داره دیالوگ‌های سنگین بگن، دیالوگ‌هایی که ربطی به اون زمونه و شرایط سریال نداره. اگر شما مثلا فضای رخداد داستان در قیصر رو نگاه می‌کردید، اون دیالوگ کاملا به محیط می‌اومد. ولی خب دیالوگی که اینجا مثلا مهران مدیر برمیگرده تکرار می‌کنه هر بار، هر سکانس، هر لحظه فاجعه است، برای اینکه نمی‌شینه رو صحنه. شما نگاه کنید به اون سکانسی که مهران مدیری پس از آزادی از زندان میره سراغ همسرش و اون دیالوگ‌هایی که بعد از مدت‌ها بینشون برقرار میشه، واقعاً کمدی ناخواسته ایجاد میکنه. کمدی نیست، قرار هم نبوده باشه، ولی واقعاً کمدی ناخواسته ایجاد میکنه. میخوام زن بگیرم. من برات کافی نیستم؟ من برات کافی نیستم. به صدات دل خوشم. نباش. تو یه تیک ماهی رو دوشم سنگینی میکنی. یه مشکل عجیب دیگه سریال هم بازی بد بازیگراشه. خب خیلی عجیبه سریالی که مهران مدیری داره، حمید فرخ نژاد داره، هنگامه قاضیانی داره و کلی لیست بلند بالای بازیگری خوب داره، اینقدر بازی بد گرفتن از بازیگرش واقعا عجیبه. من شخصا کمتر یادم میاد که مهران مدیری یک نقش رو بد بازی کرده باشه. بله امکان داشته که مهران مدیری در اثری حضور داشته باشه که اون اثر ضعیفی بوده باشه، ولی شخص مهران مدیری هرگز بازیگر بدی نبوده. ولی شاید اولین باره که من میبینم در پدر گواردیولا مهران مدیری نتونسته شخصیت بیوک رو در بیاره، یک شخصیت خیلی قلطاق، خیلی شخصیت خیلی لات که اصلا با لهجه مهران مدیری تو این کار در نمیاد، اصلا اون لهجه اون آدم نمیخوره و خب دیالوگ هایی که خیلی بد هم کارو بدتر کرده برای مهران مدیری. از اون سم حمید فرخ نژاد رو داریم که فقط سیگار میکشه، راه میره، دیالوگ ها رو تکرار میکنه و خب البته تقصیری هم نداره حمید فرخ نژاد، به هر حال کارگردان با شخصیت رو پرورش بده و اینکه توی این چند قسمت کارگردان هیچ تلاشی نمیکنه برای اینکه این شخصیت رو یه مقدار جلوتر ببره که ما ببینیم چشه، اصلا مرضش چیه. خب در خودش فاجعه است. اما این فستیوال بعد بازیگری رو فکر میکنم امیر مهدی ژوله تکمیل کرده. امیر مهدی ژوله واقعا بده. توی سکانسی که در خیابون راه میره با هنگام قاضیانی و دیالوگ بین دو تا برقرار میشه، واقعا میتونه ببینید که امیر مهدی ژوله چقدر میتونه بد بازی کنه و چقدر میتونه سکانس رو خراب کنه. من الان سفیر وکیل خودمم. حمید رضا آبرو داره. میخوام کاندید شورای شهر بشم. به نکات منفی سریال اشاره کردم، بعد نیست به فیلم برداری سریال هم اشاره کنم که خیلی بده. یه جایی هست، همین جایی که امیر مهدی ژولو و هنگام قاضیانی میرن بالای پل و دیالوگ برقرار میکنن، خب یک دیالوگ تنش‌آمیزه. هنگامی که دیالوگ تنش‌آمیز میخواد برقرار کنید، باید دوربین کاملا متمرکز بر دو تا شخصیت باشه که تماشاگر بتونه اون تنش رو حس کنه. حالا اینجا چی میشه؟
وسط این دیالوگ تنش‌آمیز دوربین یه دفعه میاد عقب زاوی لانگ میگیره از اون موقعیت. چرا؟ هیچکی نمیدونه. یا اینکه اصرار کارگردان برای اینکه نماهای عجیب بگیره. یک دفعه در زندان مهران مدیر سرش رو میکنه داخل آکواریوم. بابا جواب نمیده اینا. اینا مال این دوره نیست، مال این سبک از داستان نیست. این نوع روایت چنین منطقی رو بر نمیتابه. این کار شاید در قیصر جواب میده، شاید در فیلم هایی که خیلی مربوط به لوتیگری بود، خیلی فیلم های من، شاید فیلم فارسی خیلی مدیوم بهتری برای این نوع تصویر برداری بود، ولی شما در یک فیلم سریال رئالی که خب خیلی فضای مدرنی داره نمیتونید از این کار انجام بدید، که نتیجه هم دارید میبینید دیگه. حالا آخرین مشکل هم اشاره کنم به سریال اینه که جلو نمیره. یعنی تا الان که با شما صحبت میکنم چندین قسمت از سریال منتشر شده و هنوز که هنوز داستان مشخص نیست، هنوز که هنوز یک سری دیالوگ های کشدار رو داریم میبینیم، یک سری آدم های نامربوط رو داریم میبینیم که هی میان و میرن. اینقدر اضافه گویی داره سریال که توی چند قسمت دیگه ازش منتشر شده هنوز نمیتونه دو خط داستان تعریف کنه. برای همینه که کاملا پراکنده است. یک دفعه شما قسمت جدید رو نگاه میکنید، یه شخصیت اونور برخوش داستان داره، یه شخصیت اینور داستان داره. پدر گواردیولا با بیوک یک تنشی داره که این تنش واقعا تبدیل میشه به کمدی. یک سکانسی داره که اینا تو خیابونن و یک چاقوکشی اتفاق میفته. اینو خیلی بده. بگذاریم، بیشتر صحبت کردن در مورد پدر گواردیولا خیلی توفیقی نداره و شما حوصله‌تون سر میره. لطفاً اگه این ویدیو رو دوست داشتید دکمه لایک رو بزنید، دکمه سابسکرایب هم حتما بزنید و اینکه میبینمتون. دم شما گرم.